در جلسه هفتم در مورد ویژگی های اصلی اقتصاد داخلی کشورهای جهان سوم که یکی از جمله صنایع استخراجی بود صحبت کردیم که صنایع استخراجی چیست، چه قسم صنایع استخراجی در این کشورها پیدا شد و گسترش پیدا کرد و همین قسم در مورد ویژگی های صنایع استخراجی بحث کردیم و دیدیم که در کشورهای جهان سومی بخش اقتصادی که یک ذره توسعه یافته همی صنایع استخراجی هست که در زمینه استخراج معادن و یکی سرمایه ها و فناوری ها و با این صنایع استخراجی ارتباط داره در اقتصاد کشورها ایره دانستیم و همین قسم فهمیدیم که اکثر صنایع استخراجی در کنترل شرکت های خارجی می باشند و از طرف دیگه هم فهمیدیم که چون کشورها تازه به استقلال رسیدن از استعمار بیرون شدن، اقتصاد کشورها متکی هست بر صنایع استخراجی و نیاز کشورها را به استفاده از صنایع استخراجی هم دانستیم. بعد هم در مورد صنایع تولیدی جدید صحبت کردیم از که صنایع تولیدی جدید یکی از ویژگی های اقتصادی کشورهای جهان سوم به شمار می ره و مشکلات را که کشورها در صنایع تولیدی جدید داشتن هم اشاره شد و سپس فهمیدیم که چرا صنایع تولیدی جدید رشدش و گسترشش در کشورها به تأخیر و صورت گرفته و علل تأخیر هم بحث کردیم که به چه علتی در رشد صنایع تولیدی جدید در کشورها تأخیر وارد شده و علت ها را هم دانستیم و ایره که صنایع جدید چگونه پیدا شد و گسترش پیدا کرد هم مورد بحث قرار دادیم و سپس ویژگی های صنایع را در دههای اخیر که بعضی از کشورهای جهان سومی به صنعتی شدن رو آوردن شروع کردن هم فهمیدیم. حالا اگر بحث از ویژگی های اصلی اقتصاد داخلی کشورها باشه، بدون از اینکه ما فعالیت های سرمایه های خارجی را در کشورها در نظر بگیریم تکمیل نمیشه، لذا لازم است که در مورد سرمایه های خارجی در جهان سوم و فعالیت سرمایه های خارجی در کشورهای جهان سوم هم تا یک حدی بحث کنیم و بدانیم که این سرمایه ها خارجی در جهان سوم چه فعالیت هایی را داشتند. قبل از اینکه با فعالیت های سرمایه های خارجی در جهان سوم بپردازیم، لازم است که یک مفهومی از سرمایه داشته باشیم که سرمایه چیست. منظور ما از سرمایه، این سرمایه های خارجی چه می باشه؟ سرمایه عبارت است از همون ثروت های نقدی و جنسی که با عوامل دیگری مثل کار،
مثل منابع طبیعی یکجا میشه و در فعالیت های اقتصادی به کار برده میشه. مثلا با واسطه ثروت های نقدی جنسی با همراه کار و با همراه بعض منابع طبیعی دیگری تولید صورت میگیره. چیزی جدیدی تولید میشه یا مبادله صورت میگیره. ثروت های نقدی و جنسی با کار یا با چیزهای دیگری تبادله صورت میگیره. یا ای که این ثروت های نقدی و جنسی در بانکداری مورد استفاده قرار میگیره. اینمی ثروت های نقدی و جنسی را سرمایه میگویند که سرمایه عبارت از همه ثروت های نقدی و جنسی است که با کار یا با چیزهای دیگری فعالیت های اقتصادی به کار برده می شود، تولید صورت می گیرد، مبادله صورت می گیرد یا بانکداری از این ثروت ها در بانکداری ها استفاده می شود. این را می گویند سرمایه. سرمایه داری چیست؟ سرمایه داری یک نظام اقتصادی است که در او عنصر سرمایه با سایر عوامل تولید بر تمام عوامل تولید تسلط می داشته باشه. یعنی سرمایه داری یک نظام اقتصادی است که در او سرمایه که عبارت تعریف پیشتر گفتیم از عوامل دیگر تولید جدا می شود و بر عوامل دیگر تولید تسلط هم پیدا می کنه. مثلا با سرمایه می توانیم که با سرمایه می شود که نیروی کار خریده شود، منابع تولید خریده شود. خود سرمایه با تنهایی خودش میل به ای داره که اضافه شود، زیاد می شود از طریق سود، ارزش های اضافی که صورت می گیره، تولید سرمایه اضافه می شود. از این لحاظ ببینیم که سرمایه چیزی هست که در هر جایی که سوددهی زیاد باشه با همون جا مایل میکنه، با همون جا میره. و به همین خاطر هم هست که سرمایه های خارجی وقتی سوددهی در کشورهای بیرون از مرزهای از اینها اضافه می باشه، اضافه می شه، از کشور اصلی خود بیرون می شه و به اون کشورها سرازیر می شه. لحاظا می بینیم که در اقتصاد سیاسی بین الملل چیزی به نام صدور سرمایه موجود است که این صدور سرمایه در همین نظام سرمایه داری ریشه داره. یعنی نظام سرمایه داری همیشه در فکری از است که سرمایه اضافه شود و به جای سرمایه سود صادر می شود که در اونجا سوددهی یا ارزش اضافی بیشتر باشه. لحاظا می‌بینیم که صدور سرمایه میتونه مالی باشه، با صورت مالی صورت بگیره یا با صورت تجهیزات و وسایل سرمایه‌ای یا ترکیبی از هر دوش صورت بگیره. با شکل مستقیم کشورهای بیرونی در کشور بیرون از مرزهای خودشان سرمایه گذاری کنند یا یکی پولی در اختیار شرکت ها و دولت های دیگری بگذارند و به شکل غیر مستقیم سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاری های خارجی مستقیم و غیر مستقیم با فعالیت های اقتصادی خود در بعضی کشورهای دیگری یا در کشورهایی که غیر از کشور اصلی سرمایه است فعالیت میکنند. مثل غیر مستقیم کمک های مالی است، قرض ها است که با بانک ها داده میشه، با دولت ها داده میشه. اونا از این قرض ها و از این پول ها در فعالیت های اقتصادی استفاده میکنند. حالا ما سه چیز در اینجا دانستیم. پیش از اینکه وارد موضوع شویم سرمایه خارجی را در جهان سیومی سابقه و در نظر داشته باشیم، فهمیدیم که سرمایه چیست، سرمایه داره چه قسم یک نظام است
سرمایه چرا صادر می شود؟ صدور سرمایه از کشور اصلی با کشورهای دیگری چرا صادر می شود؟ حالا با این مقدمه وارد اصلی بحث می شویم که می بینیم که سابقه سرمایه داری در کشورهای جهان سومی چگونه بود؟ سرمایه گذاری ها در جهان سومی چه سابقه را دارن؟ اگر با صدور سرمایه و فعالیت شرکت های خارجی در کشورهای جهان سومی نظر انداخته شود، این یک بحث جدید تلقی نمیشه. یعنی سابقه سرمایه گذاری ها یا فعالیت های شرکت های بیرونی با قرن 18 میرسه. مثل کمپانی های هند شرقی هلند یا کمپانی های هند شرقی انگلیس یا کمپانی های هند شرقی فرانسه، اینا همگی در قرن 17 است که در هند تأسیس میشه و با فعالیتشان آغاز میکنه. این هم سرمایه گذاری قدیمی در قرن 18 وجود داشت، ولی با گذشت زمان میبینیم که این فعالیت اینمی شرکت ها، شرکت های اولیه ای که هدفشان فعالیت های اقتصادی بود، با کشورهای کشورهاشان که روابط استعماری را در این مناطق با وجود میارند گره میخورد. از این لحاظ سرمایه گذاری خارجی قدیمی از نوع سرمایه گذاری جدید متمایز میشه. یعنی دیگر این فعالیت ها هدف اساسیشان تنها مانند گذشته اقتصادی نیست، بلکه هدف سیاسی و اینها را دارند و کشورها فعالیت شرکت ها را زیر نظر خودشان یا تحت کنترل و رهبری خودشان می گیرند. اما در طول قرن 19 دیده می شود که صدور سرمایه از کشورهای اروپایی به طرف کشورهای تازه صنعتی شده مثل آمریکا، کانادا و استرالیا می باشد. یعنی سرمایه از کشورهای اروپایی و سوی کشورهای مثل آمریکا و آسیا و اروپا صورت میگیره. خب یک علتش هم است که در کشورهای مثل آمریکا و کانادا و استرالیا اکثرا شهروندا یا تبعات یا این کشورها در اونجا زندگی میکنن. اکثر ساکنان کشورهای کانادا و استرالیا و آمریکا و اینها از ساکنان اروپایی بود، لذا این کشورها را سرزمین دوم یا خانه دومشان به حساب می آوردند. از این لحاظ پول خود، سرمایه خود، فعالیت های اقتصادی خود در همین کشورها که مهاجرای اروپایی فعالیت های اقتصادی اجرایی داره میکرد، در همین جا سرمایه گذاری کرد.
از نیمه دوم قرن 19 هم میبینیم که شرکت های فراملیتی یا چند ملیتی فعالیت های خود و معنای جدیدش آغاز میکنند و در این کشورها سرمایه های خود و کار میاندازند. و روز به روز هم این سرمایه گذاری ها در این بخش ها بیشتر میشه. لحاظا دیده میشه که بخش اعظم سرمایه کشورها در بین خود کشورهای توسعه یافته جریان دارد و مقدار کمی سرمایه با کشورهایی که در حال توسعه یا توسعه یافته در اونجا ها سرمایه گذاری میشه. در حال حاضر هم قسمت اعظمی سرمایه های کشورهای پیشرفته در بین خودشان جریان داره و سرمایه گذاری میشه و به خود کشورها اختصاص داره. اما از سال 1990 به این طرف میبینیم که سهم کشورهای جهان سوم در جذب سرمایه خارجی رو به افزایش است. با وجود ازی هم اگر به طور عمومی یک مقایسه صورت بگیره، اندازه سرمایه های صادر شده و کشورهای جهان سوم در برابر سرمایه هایی که در بین خود کشورهای صنعتی و توسعه یافته جابجا هست و به فعالیت اقتصادی به کار برده می شود بسیار اندک است. معلوم است که کشورهای جهان سوم بازارشان هم کوچک است، بازار اقتصادشان هم، و سرمایه هم در اینجا کم است و همین سرمایه کم باعث می شود که تأثیرات بیشتری در کشورها، در اقتصاد کشورها وارد بیاره. حالا که به این بحث پرداختیم می بینیم که اینمی سرمایه های اندکی رم که به جهان سوم انتقال پیدا کرده در مناطق مختلف به شکل مختلفی توزیع شده. و این معنا که در بین کشورهای مختلف جهان سوم در جذب سرمایه خارجی تفاوت زیادی موجود است. برای مثال اگر سرمایه گذاری های خارجی را از 1990 یا چند دهه اخیر ببینیم که در کشورهایی که این سرمایه ها جذب شده، تقریبا اکثریت یا این سرمایه ها در مناطق آسیای جنوب شرقی در امریکای لاتین بوده، مثل کشورهای سنگاپور، مالزی، هنگ کنگ، تایوان و چین، و همین قسم در مناطق آسیای جنوبی هم سرمایه ها جذب شده. در امریکای لاتین میبینیم که سرمایه ها در کشورهای مثل مکزیک و ارجنتین و برازیل در اینجا ها بوده، و در افریقا هم زیادتری سرمایه ها در مصر و نیجریه سرمایه گذاری شده. خب این تفاوت و این تغییر تنها فقط به کشورهایی که سرمایه را جذب میکنن مربوط نمیشه، بلکه کشورهای صادر کننده سرمایه هم مثل ایالات متحده امریکا یا دیگرها ارتباط پیدا میکنند. مثلا ایالات متحده امریکا در 1960-1970 که سرمایه های زیادی را صادر میکرد به بیرون، سرمایه بیشتری را ایالات متحده به بیرون صادر میکرد و بعد از او میبینیم که سهمی از این در صدور سرمایه کاهش پیدا میکنه در مقابل اروپای غربی. اگر اینا را ما در نظر بگیریم، این سهم را در نظر بگیریم، ژاپن هم با سهم کشورهای صادر کننده میپیونده، این کشورها به ترتیب سهمشان در سالهای مختلف تغییر میکنه.
و هر یکی از این در صدور سرمایه را بازار سر صدور سرمایه را میخواد در دست خود داشته باشه. یکی از تحولات دیگه ای که در مورد صدور سرمایه در سالهای اخیر به وقوع پیوست با یک از کشورهایی در حال توسعه هم با صف صادر کننده های سرمایه پیوستند که در این جمله کشورهای تازه صنعتی شده ای آسیای جنوبی شرقی هم که پیشتر نامشان را گرفتیم میتونه باشه اشاره کنیم. مثلا سرمایه گذاری های خارجی در چین در 10 سال اخیر بیشتر شده و در مالیزی بیشتر شده و اینمی سرمایه هایی که در چین و در مالیزی با فعالیت های اقتصادی به کار برده می شوند یا این سرمایه گذاری شده در این کشورها، قسمت بیشتر این پول با کشورهای مثل هنگ کنگ و تایوان تعلق دارد. یعنی اکثر این سرمایه ها اروپایی نیستند که از کشورهای اروپایی یا از امریکا در اینجا آمده باشه و سرمایه گذاری شده باشه. تقریبا قسمت اعظمی اینمی سرمایه ها را کشورهایی که تازه به صف کشورهای صادر کننده سرمایه وارد شدن و یعنی در حال پیشرفت هستند، صنعت شدن هستند و بازار صنعتشان، صنعت جدیدشان تقویت شده، از جمله کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند هنگ کنگ و تایوان هستند که سرمایه های اضافه خود با مالزی و با چین که از لحاظ جغرافیایی با هم نزدیک هستند و از لحاظ فرهنگی و از شناخت یک دیگر هم نزدیکتر هستند، در اینجا سرمایه گذاری شدن و قسمت بیشتری سرمایه گذاری های در مالیزی و چین از این دو کشور سرچشمه می گیرد. و این افزایشی رم که در صدور سرمایه یعنی سهم کشورهایی که در حال توسعه هستند در کل سرمایه گذاری های خارجی تمایلی را که اینا برای سرمایه دارن، جلب سرمایه خارجی دارن، با منظور از این هست که اینا کشورها روز به روز آرزو و خواستشان هم است که به یک کشور تازه صنعتی شده تبدیل شد. لحاظا جذب سرمایه های بیرونی و با وجود آوردن سهولت ها برای سرمایه گذاری های بیرونی در این کشورها از تمایل روزافزون کشورها تازه صنعتی شده با سرمایه گذاری در این کشور هاست. حالا ما متوجه شدیم، دیدیم که سابقه های سرمایه گذاری خارجی قدیمی هست، ولیکن با سرمایه گذاری جدید که با استعمار در ارتباط است، با کشورهای استعماری که سرمایه از این کشورها صادر می شد و بیرون می رفت ارتباط می گیرد، شکل سرمایه گذاری خارجی و هدف سرمایه گذاری های خارجی قدیمی و جدید تغییر در از دیگر متفاوت است. در ابتدا هدف به دست آوردن سود و سرمایه بود و در بعد این سرمایه ها و این شرکت ها به طرف اهداف استعماری منحرف می شوند و اهداف استعماری که داشتن سیاست این کشورها، نفوذ در این کشورها را می باشه برای کشور صاحب سرمایه در بر می گیرند.
و این هم دانستیم که بخش اعظمی این سرمایه ها در بین خود این کشورهای صنعتی شده جابجا شدن، به فعالیت آغاز کردن. و این هم دانستیم که بعد از سال 1990 جذب سرمایه بیشتر اهمیت پیدا میکنه، و همه قسم فهمیدیم که توزیع سرمایه خارجی در مناطق مختلف یا کشورهای جهان سیومی تفاوت میکنه، و از جمله در آسیای جنوب و جنوب شرقی هست و در امریکای لاتین است یا در افریقا است. فقط تنها تعداد کشورهای خاصی این سرمایه ها را جذب کردن، و او هم مربوط تنها به خود کشورها نمیشد، به کشورهای سرمایه گذار هم اهدافی داشتن، و در اون کشورهایی که میخواستن به اهدافشان برسن در اونجا سرمایه های خود صادر میکنند. حالا میایم به بخش دیگری که به چه علتی سرمایه ها در خارجی به کشورهای جهان سومی صادر می شود و گسترش پیدا می کند، ایره در بحث می گیریم.